تحقیقات به عمل آمده. این تصاویر نهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی است. رسمیت نهمین جلسه دادگاه، دادگاهی که تاکنون در آن پرونده 17 متهم بررسی و دفاعیات آنان نیز ارائه شد. جلسه امروز دادگاه در دو نوبت صبح و عصر و 8 ساعت طول کشید که در نوبت صبح اتهام 4 متهم مطرح و متهمان و وکلای اونها به دفاع در برابر اتهامات پرداختند. دریافت رشوه، پولشویی، کلاهبرداری کلان از منابع بانکی، جعل اسناد و شرکت برای اخلال در نظام اقتصادی کشور اتهامات این 7 متهم است. یکی از این متهمان مدیر کل سابق طرح و برنامه وزارت راه و ترابری بود. متهم است به ارتشاب مبلغ 266,000 دلار. قاضی سراج از متهم شینره درباره دریافت رشوه سوال کرد. بعد از اینکه شرکت پروژه بندر عباس شیراز برنده میشن 22 میلیارد میاد به حساب، 4% این بین شما تقسیم میشه، 700 میلیون کلان، 600 میلیون فلان، 500 میلیون هم 266 هزار دلار هم خدمت شما تقدیم میکنن. چرا دلار گذاشتن تو ماشین شما؟ چرا ریال نبود؟ نه من اونو پس دادم. شما خودت گفتی تو ماشین گذاشت، من رفت برداشتم. بله من همینطوره گفتم. جالب این که برخی متهمان امروز با قبول دریافت رشوه گفتند این پولها را در راه خیر خرج کردند. ما رفتیم یک منزل، یک خانه خریدیم برای یک خانواده بی بضاعت و در سراح آذری حدود 45 میلیون تومان. بعد دنبال یک موضوع، اینا من تو اصالتم هست. میگه شما کمیته امدادی؟ نه خیر، کمیته امداد نیستم. از این بابت که این پول را از دوستم گرفتم، باز هم اظهار پشیمانی میکنم. از همه تقاضای بخشش دارم. چرا این پول به شما دادم؟ عرض کردم خدمتتون، من این به این نیت گرفتم که بالاخره در امور خیریه. اونا چرا دادن به شما؟ من نمیدونم بالاخره اونجا علتی باید داشته پول کسی به کسی میده. عرض میکنم من از نیت اونها هیچ خبری ندارم. وکیل یکی از متهمان هم گفت موکل من میخواست پول را پس دهد اما آنها قبول نکردند. برای همین از دادگاه درخواست تبرئه موکل را دارم. من فقط تعجب میکنم چرا تو این کیس همه پولای کلان یا تو ماشین میذارن یا تو دفتر یا تو خونه، هیچ کس هم متوجه نمیشه اینا چجوری میاد. من خودم هنوز نرسیدم بهش. اونا فکر کنم آدمای خیری هستن مثل این موکلین شما، اونا هم خیرن، میخوان شناخته نشن، پولا رو میان میذارن و میرن. این الف متهم دیگر دادگاه امروز بود، مدیر سابق راه و ترابری یکی از شهرستانهای استان فارس. این الف در واگذاری پروژه خط آهن شیراز بندرعباس متهم است به دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای مهافرید امیرخسروی. اظهار پشیمانی میکنم. چرا دلار و ارز کاملا ارز میکنم خدمت شما؟ من این مبلغ رو ارز میکنم، موقعی که گرفتم اصلا نمیدونستم ارز هست یا ریال هست، تو در قالب پاکتی بود که به من داده شد. یکی دیگر از متهمان نهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی کاف ر بود که هم 113 هزار یورو رشوه گرفته و هم در پرداخت یک رشوه 202 هزار یورویی دست داشته. ما کل پولی که گرفتیم بالاخره تا الان اونایی که گرفته بودن چیز نمیگه. اون میگه من از شما گرفتم، اون اعتراف داره ولی شما میگین نه نگرفته. آخه از من نگرفته، پول اومده تو دفتر، تو پاکت دربستم گفته اومده بهش داده شده. مدیر عامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا هم امروز پای میز محاکمه بود. یمین در انجام معاملات سوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع در 53 فقره LC جمعاً به مبلغ بیش از 11 هزار میلیارد ریال و 53 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادر از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز دست داشته. متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور. راجع به این فیش فاکتورای 13 تایی که خودتون اعتراف دارید، راجع به فیش فاکتورا و مدارکی که پیوست میشد واقعی بود غیر واقعی بود، اینا رو توضیح بده. گفت که بنده یه سری مواد از تو بنادر هست، شما LC بر به شما میدیم، به سود شما باز میکنیم، بعد دیسکانت که شد پول به حساب ما پرداخت میدیم، ما شمشا رو میدیم تحویل میدیم، ما اعتماد کردیم. در نوبت بعد از ظهر جلسه امروز دادگاه متهمان کافنون و میمه به دفاع از خود در برابر اتهامات پرداختند. شما مدیر عامل بودید، میدونی معنی مدیر عامل چیه، چی کار باید بکنه؟ اصلا سابقه داشتی که یه لحظه اومدی و مدیر عامل شدی؟ نه. آقای وکیل میدونی برای چی اینجور افراد و بچه ها رو میوردن استفاده میکردن؟ آقای بهزادی شما جلسه نمیدونم حضور داشتی یا نه، گفت اگر 5 تا متخصص تو اقتصادی باشه یکی شما هستی. وکلای محترم یا خودشون صحبت از این میکنن که ما اصلا اختیاری نداشتیم، هیچ افراد مصلوب الاختیاری بودن و اینها. این همه جرم اتفاق افتاد، آبروی مملکت، مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
و جامعه متضرر شد، بیت المال متضرر شد و شاهد این گونه دفاع ها هم هستیم. شما نایب رئیس هیئت مدیره بودید. بله. میدونی یعنی چی کار باید بکنی نایب رئیس هیئت مدیره؟ هیچی نمیدونی؟ نایب رئیس هیئت مدیره من در همون در یه حد سطحی میدونستم که رئیس کی بود؟ رئیس هایی بودن. چند سالشه؟ 19 سال. 19 سال. 19 میلیارد تومن هم سهام به نام ایشون شده. بله. آورده ای داشت؟ چیزی داشت؟ خیلی. هیچ کدوم از ما آقا هیچی نداشت. من تو نوشتم هم نوشتم خودم و ابجد آبادم اگر تمام زندگیش رو بپوشن 200 میلیون تومان سهم خودم از این شرکت نمیشه. شما هم 200 میلیون تومان سهام به نامتون شده، شما هم آورده هیچی نداشتید. هیچ جا موکل نیست. و متهمه میمزه آخرین دفاع خود را به وکیل خود واگذار کرد. با ذکر یک صلوات ختم جلسه را اعلام می‌کنم.